جلسه دوم درسای من هست تحت عنوان مسیحیت و روانشناسی رابطه ای ایمان مسیحی با علم روانشناسی چی هستش؟ چه دیدگاه هایی وجود داره در جامعه مسیحی و در جامعه غیر مسیحی نسبت به ارتباط روانشناسی با دین با خدا باوری؟ شاید بحثایی هم هست که در جامعه اسلامی ایران داره اتفاق میفته درباره رابطه اسلام با علوم انسانی بحث داغی سالیان سال در سطح دانشگاه و جامعه ایرانی و شبیه این بحث هم در دنیای مسیحی در آمریکا هم وجود داره و خیلی به نظر من مهمه که جامعه ایرانی مسیحی جامعه فارسی زبان مسیحی هم آشنا بشه با این بحثا با این دایالوگی که سالیان سال داره اتفاق میفته در کلیسا و خارج از کلیسا درباره رابطه روانشناسی و مسیحیت بعضی ها شاید الان پای این برنامه نشستید بگید ساسان اصلا بحثی نیست روانشناسی خودش رو ثابت کرده چقدر روانشناسی داره به جامعه بشری کمک میکنه ایمان یه قسمت از زندگی میریم کلیسا دعا میکنیم شم رو شم میکنیم با خدا رابطه داریم ولی بقیه ارتباطات زندگیمون رو باید از طریق بینش های روانشناسی بسازیم و جلو ببریم شاید بعضیتون الان پایین برنامه هستید میگید نه بابا اصلا کلام خدا کافیه واسه زندگی ما اصلا ما نیازی به روانشناسی نداریم خیلی از روانشناس ها اصلا بی دینن بی ایمانن میتونن ایمان ما رو به زیر سوال ببرن و اصلا ما کاری نداریم به روانشناسی همین میچسبیم به کلام خدا و ایمانمون و همین کافیه و بین این افراد و تفرید این دو دیدگاهی که حالا من دارم میگم افراد و تفرید دو تا دیدگاه کاملا متفاوت و متضاد با هم دیدگاه هایی هم در این تیف وجود داره در جامعه مسیحی پس به نظر من مهمه که ما آشنا بشیم با این برخوردها و اگر خودمون بالاخره دیدگاهی داریم باوری داریم یه مقدار با دید وسیع پختهتر بتونیم در دیدگاه خودمون رشد کنیم یک دوتا کتاب اصلی من توی این درسا یک کتاب اسمش هست Psychology and Christianity Five Views مسیحیت و روانشناسی و مسیحیت پنج دیدگاه که یه مقداری از این کتاب استفاده خواهم کرد کتاب یه مقدار دیدم به درد مخاطب ایرانی تلویزیونی این کتاب نمیخوره یه مقدار سطح آکادمیکش و صحبتهای انتظایی و فلسفیش بالا بود ولی کتاب بسیار مفیدیه و یه کتابی که ساده تره در سطح دانشگاه های مسیحی آمریکا نوشته شده Integrative Approaches to Psychology and Christianity برخورد تلفیقی در رابطه با روانشناسی و مسیحیت من کلمه تلفیقی رو از برادر عزیزم دکتر اشکان پرسیدم که ما برای کلمه اینتگریتیو یا اینتگریشن چه کلمه فارسی استفاده می کنیم و ایشون پیشنهاد کردم کلمه تلفیق و تلفیقی پس میخوایم نگاه بکنیم که چطوری ما بالاخره باید ارتباط برقرار کنیم به عنوان ایماندار مسیحی به عنوان انسانی که در شباهت خدا آفریده شدیم عقل و شعور داریم خدا میخواد از عقل و شعور استفاده کنیم از علم در علم روش کنیم در به معرفت بالاتری برسیم حقایق جدیدی رو کشف کنیم پس ما به عنوان یک مسیحی چطوری باید برخورد کنیم با مبحث روانشناسی کتاب Integrative Approaches to Psychology and Christianity که نویسندش شخصی است به نام دیوید انت ویسل و دارم از جلد ویرایش سوم این کتاب استفاده می کنم تشبیه خیلی با مزه و جالبی توی این کتاب به کار می که من می از, از ساختار صحبت این نویسنده استفاده کنم تو این درسا تشبیه میکنه رابطه مسیحیت و روانشناسی رو بین رابطه دو تا کشور دو تا سرزمین، دو تا قوم و ملت، دو تا کشور، دو تا هیته مختلف و چطوری این دو تا کشور، این دو تا سرزمین، این دو تا قوم چطوری با هم میخوان ارتباط برقرار کنن و با این تشبیه چند تا الگو رو نویسنده مطرح میکنه من میخوام خیلی سریع الگوها رو معرفی کنم و بعد وارد الگوی اول بشم الگوهایی که نویسنده با این با این مدل داره معرفی میکنه الگوها رو بذارید من پیدا کنم الگوی اول رابطه این دو کشور با همدیگه دشمنی هست که آقا این دوتا سرزمین با هم دشمنن و در جنگن انگلیسی میگه انمیز مسیحیت در با جنگ با روانشناسی روانشناسی ضد خدا هم در جنگ با ایمان مسیحیه این دوتا آبشون تو یه جوب نمیره این دو تا دشمنن با هم دیگه روانشناسی و مسیحیت حالا هم دشمنی از طرف بعضی روانشناس است نسبت به دین و ایمان و خداباوری و هم از طرف بعضی از کشیشا و کلیساهای محافظه کار نسبت به علم روانشناسی این پس دشمنی که حالا بیشتر واردش میشیم دیدگاه بعدی جلسات بعد این دیدگاه ها رو باز میکنیم دیدگاهی میگه جاسوسی حالا توضیح میخواهم داد ولی اینکه نه ما رابطه این دوتا رابطه خوبی نیست دو تا کشور روانشناسی و مسیح رابطه خوبی ندارن ولی برای استفاده های ابزاری و چیزایی که به دردمون بخوره یک کشور جاسوس میفرسته یک کشور دیگه اطلاعات بگیره اطلاعاتی که به دردمون میخوره رو استفاده میکنیم رابطه جاسوسی یه رابطه دیگه میگه رابطه استعماری این حالا بیشتر از دیدگاه مسیحیه که با روانشناسی کاری نداریم تحقیق و اطلاعات کافی نمیخواد همین که میریم یه بینش رو برای معزه هامون از, از روانشناسی استفاده میکنیم یه سری کمک الگوها و کمک فکری نتیجه هایی که خوشمون میاد از ایمان مسیحی یه نتیجه که روانشناس ها پیدا کردن که با ایمان ما اوکی و خوشمون میاد به درد کارمون میخوره مثل یه کشور استعمارگر که ما با اون کشور رو فرهنگ کاری نداریم فقط از استعمار کردیم ازش استفاده بکنیم پس رابطه استعماری یه رابطه دیگه میگه وقتی یه کشور میگه نه ما باید یه کشور دیگه وارد و اون کشور رو دوباره بسازیم بنا کنیم اون کشور باید از اول زیر ساخته بشه و بالا بیاد مسیحی که میگن روانشناسی رو ما باید مسیحی بکنیم ما نیاز داریم که مسیحی، روانشناسی مسیحی اصلا تولید بکنیم یه رابطه دو تا کشور دیگه مسیحیت و روانشناسی میگه نوترو پارتیز. اصلا دو تا کشورن که با هم کاری ندارن رابطه خونساییه. نه جنگی دارن نه دعوایی دارن نه همکاری دارن هرکی به راه خودشه روانشناسی یک رشته مستقل هست یک هیته مستقل هست کار خودشو میکنه الهیات و ایمان مسیحی هم یه هیته دیگه است اصلا این دو تا با هم زیاد کاری ندارن دو تا هیته مستقل هستن و بدون دعوا و بدون همکاری آنچنانی و نکته آخر میگه allies رابطه همپیمانی رابطه دوستی همکاری یا همین integration تلفیق کردن چون دو تا کشورن که با هم همکاری میکنن ولی زیر یک پادشاهی هر دو زندگی میکنن ما یک خداوند داریم که همه حقایق در آخر منبعش خداست پس این دو تا کشور هر حقیقتی که در این دو هیته باشه در آخر اون حقیقت تسلیم حقیقت خداست و این با همکاری یک ارتباط همکاری برقرار بین این دو کشور اتحاد همپیمانی integration alliance allies این حالا برام جالب بود حالا میگم باز میکنیم این صحبت ها رو در جلسات بعدی اگر هنوز مسلما خیلی صحبت ها ملموس نیست و, و میخوام اینو بدونید که از نظر جامعه مسیحی آمریکا بیشتر بزرگترین جریان بزرگترین جریان فکری و دیدگاهی در دنیای مسیحی آمریکا حالا من با بقیه دنیا اطلاع زیادی ندارم بزرگترین جریان همین جریان اینتگریشن هست که چطوری ما بالاخره دانشگاه های مسیحی خیلی معتبر در آمریکا این جریان فکری رو دنبال میکنن که بالاخره ما باید ما یک رابطه بناکننده و سازنده بین ایمان مسیحی الهیات و باورهای مسیحی باید برقرار کنیم با بینش های روانشناسی و بالاخره این دوتا باید با هم تلفیق بشن مکمل بشن کمک بکنن برای بلوغ فکری برای سلامتی برای رشد برای بینش وسیتر نسبت به انسان و روابط انسانی و رشد انسانی پس این بزرگترین جریان در جامعه مسیحی جریان این انتگریشن و تلفیق هست ولی مکاتب و برخوردهای فکری دیگه هم هست و علا اینکه شاید من خودم بالاخره دیدگاه خودم رو دارم و مخالفم با شاید دیدگاه های دیگه ولی وقتی مثلا این کتاب روانشناسی و مسیحیت پنج دیدگاه رو میخوندم هر کدوم از این دیدگاه ها ای که مدافع اون دیدگاه بود حرف خودش رو میزد و از دیدگاه های دیگه انتقاد می کرد. این پنج دیدگاه تقریبا اکثرش همخونی داره با این رابطه دو کشور که من الان گفتم حالا یه مقداری آکادمیک تر ولی کلا من لذت بردم از نوشته های همه این نویسنده ها و به نظر من همشون بینش هایی دارن حرفایی دارن حقایقی دارن که ما باید توجه کنیم یعنی زود وقتی که ما با یکی مخالفیم ردش نکنیم زود اگر کسی تو مکتب فکری ما برخورد و مکتب برخورد و تفسیر ما نیست نگیم بس این اصلا همه حرفاش مفته اصلا نمیخواد من بهش گوش کنم نه بالاخره حتی با یه کسی که با من مخالفه من میتونم ازش حقایقی رو یاد بگیرم پس نمیخوام این درس ها نمیخوام طوری باشه که بگم همه دیدگاه ها اشتباس به غیر از یه دیدگاه دوست دارم گوش بدیم پخته تر نقد کنیم فکر کنیم و به یه مقدار سطح آگاهی ما بالاتر بره در جامعه مسیحی ایران بلوغ فکری و برخوردمون با مبحث مسیحیت و روانشناسی پیش رفت کنیم. ولی حالا بریم وارد دیدگاه اول در این کتاب دیوید اند ویسل بشیم دیدگاه دشمنی دیدگاهیه که توی این کتاب پنج دیدگاه اصلا مطرح نمیکنه. ویرایشگر این کتاب میگه من با اون گروهی که میگن اصلا مسیحیت و روانشناسی دشمن هم دیگر ما این دیدگاه رو کاری نداریم و اونایی هم که میگن اصلا روانشناسی رو به چسبی مسیحیت حرفی نداره برای ما ما با اون دیدگاه هم کاری نداریم ما با این دو تا دیدگاه افراتی کاری نداریم ولی ما میخوایم بالاخره اون دیدگاه هایی که یه ارتباط و پلی باید پیدا کرد بین ایمان مسیحی و کشفیات روانشناسی تحقیقات روانشناسی مکاتب روانشناسی پس این کتاب بیشتر تمرکزش روی این طیف وسط هستش ولی این نویسنده شروع میکنه این طیف وسیتر رو توصیف میکنه دیدگاه دشمنی شاید هم توی جامعه ایرانی دیدگاه دشمنی رایج باشه نمیدونم بالا من خبر ندارم ولی دیدگاه دشمنی رو نویسنده شروع میکنه از دو طرف این دیدگاه صحبت کردن یعنی دشمنی اون, اون افرادی که باور دارن به دشمنی روانشناسی و مسیحیت یا روانشناسی و باور دینی فقط افراد دیندار یا مسیحی نیستن خود روانشناسا هم از دیدگاه سکولار، از دیدگاه ضد دینی این باور رو دارن که اصلا آقا باور به خدا توهم خرافات اصلا دین و دینداری اصلا جزء چیز عقب مندگی انسان و بشریت و انسان عاقل و بالغ و سالم اصلا باید دین رو کنار بذاره باورهای دینی رو کنار بذاره پس دشمنی فقط از طرف مسیحیان نسبت به روانشناسی نیست بعضی وقتا از طرف روانشناسا هم نسبت به ایمان مسیحی بوده پس این خیلی مهمه که ما اقلا این موضوع رو بدونیم حالا نویسنده وقتی وارد این صحبت میشه این مطرح میکنه که این دشمنی دشمنی دو طرفه بوده و این دشمنی و باید بدونیم که بالاخره تاریخ این روانشناسی این در تاریخ روانشناسی بوده این دشمنی در تاریخ روانشناسی مدرن و اینجا نویسنده خب مسلما اشاره میکنه به فروید فروید از خانواده یهودی میاد خیلی هم با کتاب مقدس آشنا بوده در بچگی کلیسا میرفته پرستارش کلیسا میبرده فرویدو و نقل قولای میکنه که میومد تو خونه موعظه میکرد موعظه‌ای که از کلیسا میشنید در بچگی ولی بالاخره فروید به نتیجه میرسه که اصلا، باور به خدا یک تخیل پروجکشن فکر انسانه که نیاز به یه پدر داره و حالا یه خدایی رو توی آسمان تصور میکنه به عنوان پدر البته قبل از فروید فویرباخ همین هم حرف زده بود و اصلا میگه که باور به خدا یک توهم اصلا باور دینی اصلا چیز جزو اون خرافاتیه که انسان رو عقبونده نگه داشته و اصلا ما باید انسانی که میخواد رشد کنه و به بلوغ فکری برسه اصلا باید دین و خدا رو ببوسه بذاره کنار و خیلی ها بالاخره به خاطر این برخورد فروید جپه گرفتن نسبت به کل تاریخ و علم روانشناسی و دیدگاه های روانشناسا نویسنده اشاره میکنه به غیر از فروید به یه شخصیت دیگه البرت الیس من حالا با ایشون زیاد آشنا نیستم ایشون هم انگار یه روانشناس خیلی برجسته بوده و خیلی واضحتر بر ضد باورهای دینی می نویسه که اصلا باور دینی یک بیماریه باور دینی میگه in the final analysis then religion is a neurosis اصلا باور دینی بر طبق نظریه این روانشناس اصلا یک بیماری روحیه و اصلا نقش تراپی تراپی اینه که افرادی که باورهای دینی دارن خلاص شن از این مشکل فکری و اصلا اصلا, اصلاً, اصلاً یکی از کارهای روانشناسی و تراپی این روانشناس میگه البرت الیس که این اصلا کمک کنیم مردم دین و خدا رو ببوسن بذارن کنار شخصیت دیگه ای که ازش نام میبره که اینم برام خیلی جالب بود شخصیت خب مشهورتری به نام ابراهام مسلو ماسلو خیلی خوب شخصیت مشهوریه شاید خیلی اسم مسلو رو شنیدید حالا جالب بود که میگه مسلو علا رقم افرادی مثل فروید و الیس به طور واضح باورهای ضد دینیش رو نمیگفت خیلی وقتا مسیام و کلیسای کاتولیک هم میامد پای صحبتاش میشست ولی خود مسلو رسیده بود به باور آتئیستی، باور ضد خدایی و میگه که من اینو اعلام نمی کنم تو جمع که افراد با شعور و تحصیل کرده نیازی به اصلا کلیسا و دین و مذهب ندارند. افراد احمق و بیشعورن که نیاز به الهیات و باور دینی و قوانین کلیسایی و مراسم دینی دارند. پس مسلو هم بالاخره اینا شخصیت های برجسته تاریخ داستان روانشناسی مدرن هستند و خیلی های دیگه که یک زدیتی با دین و خداباوری در زندگی این روانشناسا در داستان روانشناسی رو ما مشاهده می کنیم و آمار و ارقام تو آمریکا هم نشون میده که روانشناسای به خصوص بالینی کلینیکال سایکولوژیست روانشناسایی که تو کار مشاوره و تراپی و بیماری های روحی روانی هستن انگار درصد اونایی هم که اهل دین و ایمانن پایین تر از سطح جامعه است پس یه سوء زنی درسته که بعضی ها شاید داشته باشن که آقا انگار اصلا خود روانشناسی اسانسش ذاتش یک نهزت ضد دینیه و ما باید به عنوان مسیحی مواظب باشیم که اینا ما رو به بیراهه نکشن پس این یک دشمنی هست یک دیدگاه هست که دشمنی بین مسیحیت و روانشناسی ولی از اون طرف هم نویسنده اشاره میکنه به مسیحی های نویسنده روانشناس و کشیش های مسیحی که بر ضد روانشناسی هستند یکی از شخصیت های خیلی مشهور فوت کردیشون ایشون ولی شخصیت بسیار تأثیر گذار منم عهد بوخ که مدرسه الهیات میرفتم ایشون اسمش و کتابش خیلی مطرح بود مشاور مسیحی به نام جی ادمز جی ادمز که در دانشگاه وستمینستر دانشگاه الهیات وستمینستر هم تدریس کرد و خیلی هم کتاب نوشت و یک نهضت خیلی بزرگی رو انداخت و جی ادمز خودش روانشناسی خونده بود ولی به این نتیجه رسید که نه روانشناسی اصلا ضد مسیحیت و لب به کلامش این بود که میگه که اصلا روانشناسا جای کشیشا رو گرفتن تراپی جای کلیسا رو گرفته و برخورد روانشناسی جهانبینی روانشناسی باورهای روانشناسی داره مردم رو از خدا و ایمان دور میکنه و اصلا روانشناس غیر روانشناسا اصلا کاری ندارن با خدا با روح القدس با حقیقت کلام خدا با اینکه یه مسیحی چطوری عوض میشه تبدیل میشه و کاملا خدا رو و زندگی رشد روحانی رو بود روحانی رو کنار گذاشته علم روانشناسی پس ما به عنوان مسیحی باید رد کنیم این موضوع رو ادمز اصلا باور داشتش که اصلا اصلا روانشناسی در واقع و روانپزشکی حتی میگفتش که اصلا اینا بنیاد علمی نداره اینا فلسفه است اینا جهانبینیه، اینا باورهای انسانیه و اصلا کلام خدا میگه که آقا ما مشکلات انسان بعضی از مشکلات شاید ریشه جسمی داشته باشه باید باید بره پیش دکتر بقیهش گناه انسانه و از طریق موعظه و دعوت به توبه انسان باید عوض شه و اصلا صحبت های روانشناسی اصلا خیلی برخلاف کلام خداست و ایمان مسیحی هستش این حال بنده دارم خیلی مختصر مفید میگم صحبت رو یه نقل قول میکنه از یه نویسنده دیگه که میگه که من اصلا به این باور رسیدم که مسیحیت و روانشناسی رو با هم قاطی کردن مثل بودپرستی در قوم اسرائیله که ما داریم ایمانمون رو سازش میکنیم و همونطوری که قوم اسرائیل یهوه رو پرستش میکرد ولی افتاد دنبال خدایان و بوتهای قومهای دیگه مسیحی هم که میرن تو داستان روانشناسی روانشناسی غیر مثلا مسیحی اینا هم بالاخره دارن خودشون رو یه طوری سازش میکنن در ایمانشون یه طوری اینا هم دارن به بیراهه میرن و بعد نقل قول میکنه از یکی از مشهورترین کشیشای بالاخره معاصر در آمریکا توی هیته خودش و در گروه های محافظ کار و بنیادگرای مسیحی کشیش جان مکارثر که بالاخره یه سری دوستان ایرانی هم پیروان ایشون هستن و نویسنده میگه که بین واعزین و کشیش های آمریکایی هیچ کس به اندازه آقای جان مکارثر بر ضد روانشناسی کتاب ننوشته و موعظه نکرده و ایشونم آقای مکارثر هم میگه که رفت رجوع کردن به روانشناسی در کلیسا یک اشتباه بزرگیه و روانشناسی و مسیحیت از اول با هم دشمن بودن اینو آقای مکارتر میگه حالا نویسنده اینجا میگه اگرم حتی باور کنیم که از اول بنیانگذاران شاخه علمی روانشناسی در دنیای مدرن با مسیحیت دشمن بودن به این معنا نیستش که ذات روانشناسی دشمن با مسیحیت یه سری شخصیت ضد مسیحی بودن ضد ایمان بودن اصلا من میخوام اینو خودم مثال بیارم آقای ریچارد داکینز بالاخره یه بیولوژیسته به عنوان یه بیولوژیست خیلی معلومات حقایق رو میتونه بهش برسه حالا حرفای ضد خدا هم میزنه اون حرفای ضد خدا شبتی به علم بیولوژی نداره به نظر من ما هم باید تفکیک کنیم که حالا خود فروید چه باورهایی داشت ولی آیا یه کسی که باور به خدا نداره عقل و شعور نداره و نمیتونه بینش هایی رو به دست بیاره بینش هایی که انکاس دهنده حقیقت باشن از زمیر ناخداگاه انسان مثلا کار تخصص فروید آیا هر حرفی که فروید درباره زمیر ناخداگاه فکر انسان وسوسهات انگیزه های انسان زده یا روانشناس های دیگه چون ایماندار نیستن به خدا باور ندارن تمام حرفاشون اشتباه هیچ حقیقتی بعد از این همه سال تعمل مشاهده پای صحبت دیگران نشستن تحقیق فکر هیچ حقیقتی اینا بهش دسترسی ندارن چون به خدا باور ندارن یا ضد مسیحی ضد ایمان هستند. من به نظرم ما با هیچ رشته فکری دیگه اینطوری برخورد نمی کنیم که بخوایم کل روانشناسی رو بذاریم کنار چون یه سری از بنیانگذاران این رشته ضد ایمان مسیحی بودن ولی خلاصه یه همچین نقل قولی داره و بعد مکارتر ادامه میده میگه اصلا کلمه سایکولوژی یا همون که ما به فارسی میگیم روانشناسی همین کلمه مطالعه روح یا مطالعه روان کلمه سایکولوژی سایکی یعنی همون روح به یونانی لوژی هم یعنی معرفت معلومات مطالعه روح یا مطالعه روان یا همون روانشناسی میگه اصلا این یه کلمه ای که در ریشه رب پیدا میکنه به ایمان مسیحی که انسان روح داره ولی روانشناسی دنیای امروز اصلا روح رو باور نداره خیلی از روانشناس ها اصلا باوری ندارن که انسان روحه بلکه فقط از یک دید تکامل که انسان فقط یک جسم یک حیوان یک موجود زنده است پس اگر اصلا باور به روح ندارن نمیتونن روانشناسا نمیتونن هیچ کمکی باشن برای نیازهای روحی و روحانی یک انسان آقای مکارتر میگه که خارج از کتاب مقدس و کار روح القدس هیچ راه حلی برای مشکلات روح انسان نیست یعنی این دیدگاه در جامعه مسیحی میگه ما هر چی که تو زندگی نیاز داریم در کلام خداست آیات آیاتی هم میارن که کلام خدا بالاخره برای ما اوورده شده که کمک کنه به زندگی ما به رشد ما به روبرو شدن با گناه وسوسه بس بلوغ شخصیتی رشد در شادی امید محبت سمرات روح القدس روح خدا داره در ما کار میکنه و چون این،, این, حقایق رو ما داریم این کمک ها رو داریم اصلا ما نیازی به روانشناسی نداریم و روانشناس هم چون خیلی اصلا ضد خدا هستن اصلا حرفی ندارن برای ما مسیحی ها بزنن ایشون ادامه میده تو صحبتش که مطالعه و تحقیق واقعی درباره روح انسان رو اصلا غیر ایمانداران نمیتونن انجام بدن فقط مسیحیا هستن که میتونن ذات انسان، طبیعت انسان رو درک کنن، بفهمن و کمک کنن که انسان عوض شه. سایکولوژی روانشناسی دنیوی یا سکولار هیچ حرفی نداره که کمکی باشه برای درک ما از مشکلات بشری برای کمکی نداره حرفی نداره برای راه حل ارائه دادن به مشکلات روحی روانی و اصلا یه مسیحی نباید اتکا بکنه نباید بره سراغ مشاوره با یه غیر مسیحی چون اصلا یه شخص گناهکاره که ایماندار نیست اصلا بینشی نداره نسبت به عوض شدن شخصیت این نظر آقای مکارثره که بنده البته با این نظر کاملا مخالفم این پس یک دیدگاه دیگه وارد جزیات بیشتر نمیشیم ولی اصل یعنی اون نتیجه گیری که من میخوام اینجا و نویسنده ها این صحبت رو میکنن من حالا خیلی مختصر مفید رای میدم این حقیقتی که بله روانشناسی که خدا رو میخواد کنار بذاره مسلما نقطه ضعف های زیادی داره اصلا تعریف مکتب روانشناسی از انسان از سلامتی روح و روان از رشد بلوغ شخصیت میتونه خیلی فرق کنه اگر باور داشته باشیم انسان در شباهت خدا آفریده شده رابطه با خدا قسمت بنیادین شخصیت و زندگی انسانی انسان روحی داره انسان در شباهت خدا آفریده شده ولی در عین حال سقوط کرده گناه کرده این شکستگی ها رو تجربه میکنه مسلما جهانبینی ما پیش فرسهای ما در رابطه با انسان و خدا خیلی تاثیر میذاره روی مکتب روانشناسی دیدگاه ما راه حل های ما تز ما تجزیه تحلیل ما ولی حتی اگر روانشناسایی یا مکاتب روانشناسی خدا رو بخوان کنار بذارن به این معنی نیستش که این افراد عقل و شعور ندارن و نمیتونن یک عالم آگاهی معلومات و بینش به ما بدن درباره انسان اولا و اینجا دوباره میخوام بگم روانشناسی هم فقط تراپی و مشاوره نیست علم روانشناسی خیلی رب پیدا میکنه امروزه به تحقیقات درباره مغز و اعصاب تحقیقات درباره روانشناسی جامعه روانشناسی دین درباره مراحل رشد فکری درباره حافظه و هوش درباره تربیت فرزند پس خیلی ابعاد وسیع در علم روانشناسی هست حتی اگر کسایی بگن خیلی خب ما پیشفرس های دینی رو قبول نداریم میتونن بینش ها آگاهی های زیادی به دست بیارن که برای ما مسیحی ها میتونه خیلی مفید و بناکننده باشه بله نقطه کورهاشون رو میبینیم نقد میکنیم قبول نمیکنیم ولی به نظر من با ایمان مسیحی با دید و دید و باور مسیحی میتونیم خیلی هم برکت بگیریم وقتی استفاده درست و سالم می کنیم از بینش های روانشناسی برای زندگیمون برای رشد و بلوغ مرسی که با من تو این جلسه بودید میگم بحث خیلی مختصر مفید و اشانتیونیه امیدوارم که ولی براتون مفید بوده باشه تا هفته آینده شما رو به دستای خدای بزرگ بسپارم خدا نگهدار